سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. روبرت لیواندوفسکی ستاره بایر مونیخ از تلاشش برای بهبود عملکرد بازیکنان این تیم صحبت کرده است. در بازی ویاریال یوونتوس فقط 31 ثانیه طول کشید تا دوشان ولاهویچ اولین گل خود در لیگ قهرمانان را به ثمر برساند. یک گل پس از لمس اولین توپ و سپس جشن بحث برانگیز. گزاف نیست اگر بگویم شب گذشته یک فرد در 30 سالگی متولد شد. عمر ال عبدالاوی پس از تجربه نابینایی و روزهای سخت حالا مستطیل سبز را با چشمهایش در آغوش گرفته است. اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد از دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مسافه هم خواهند رفت. لیواندوفسکی بار دیگر به ستاره نجات بخش بایر مونیخ تبدیل شده، اما بیشتر از آن نقش رهبری بلند پرواز را بازی میکند که نمیخواهد به راحتی در زمین بازی تسلیم شود. در پایان هفته فوتبالی عجیبی که در مونیخ سپاری شد، این بازیکن خوشحال است که بایر مونیخ در شرایط فعلی نباید در مرحله از لیگ قهرمانان برابر تیم‌های اروپایی بزرگ مانند منچستر سیتی، لیورپول یا پاریس سن ژرمن قرار بگیرد. لیواندوفسکی پس از پیروزی 4-1 برابر گروترفورد به خبرنگاران گفت: حالا دو هفته عادی داریم که میتوانیم روی همه چیز کار کنیم و به دوران اوج برگردیم. بازی سازی، مالکیت توپ، حمله و دفاع باید در این مدت روی تمامی این موارد کار کنیم. این مهاجم لهستانی با دو گلی که نفته به ثمر رساند توانست آمار گل‌های زده اش در این فصل را به 28 گل برساند و به دنبال شکستن رکورد خودش است. او در فصل گذشته 41 گل به ثمر رساند. اما یکی از اقدامات جالب این بازی این بود که در جریان بازی برابر فورد با کاپیتان و گلزن این تیم درگیر شده، یک کارت زرد هم دریافت کرد و سپس از آن مانند یک سرمربی با صدای بلند از تیم‌هایش خواست که با تمام وجود تلاش کنند. او در توضیح این اقدام غیرعادی اش پیش از پایان نیمه اول سال داشت: ما به زمان زیاد نیاز داشتیم تا در جریان بازی قرار بگیریم. من خواستم کم از انرژی و صدای بلندم استفاده کنم و تا بازیکنان را به خودشان بیاورم. در نیمه دوم توانستیم فوتبال خودمان را ارائه دهیم. ما باید در این مسیر حرکت کنیم. بنابراین به نظر می رسد که پیش از دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان برابر سالزبورگ در مونیخ کار بسیار است که باید صورت بگیرد. یولیان ناگزمن روز یکشنبه از این شرایط برابر فورد ابراز خوشحالی کرد: این پیروزی مهم از نظر کسب امتیاز بود. این پیروزی بسیار مهم بود. گاهی کسب 3 امتیاز از سبک بازی به کار گرفته شده مهمتر است. به نظر می رسد که بایر مونیخ کار سخت را برای بازگشت به اوج در پیش دارد. ناگزمن بین استفاده از خط دفاعی 3 نفره و 4 نفره متردد است. غیبت بازیکنان کلیدی چون آلفونسو دیویز و همچنین غیبت لیون گورتکا در خط دفاعی باعث شد که آمارها به سود این تیم نباشد. کورینتن تولیسو نیز در هفته‌های پیش رو به دلیل مصدومیت از ناحیه ماهیچه غایب خواهد بود. گزینه‌های ناگزمن برای بازی کنار جاشوا کیمیچ بازیکنان چون مارسل سایبرزر، مارک روکا و جمال موسیولا هستند. ناگزمن پس از پیروزی برابر فورت رهایی از روند ناامیدکننده شکست 4-2 برابر بوخوم و تساوی 1-1 با سالزبورگ گفت: ما همیشه سعی داریم بهترین نتیجه را بگیریم. باید پیش از دیدار برگشت برابر سالزبورگ عملکرد بهتر بر نمایش بگذاریم. هرگز شکایت از پیروزی نداریم. دوشان ولاهویچ شب گذشته برای اولین بار در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت. او به بهترین شکل ممکن اولین گل اروپایی خود را به ثمر رساند. مهاجم یووه تنها 31 ثانیه پس از شروع بازی و در اولین لمس توپ گل زد. او فقط نیاز به یک لمس توپ داشت تا با نوک‌آوت کردن دو مدافع حریف و ضربه زدن با پای راستش، یعنی مطمئنا نه با پای قوی، بتواند دروازه‌بان اسپانیایی را شکست بدهد و بیان کنری‌ها را به برتری برساند. بنابراین تعداد رسمی گل‌های او با پیراهن سیاه و سفید به 2 می‌رسد. پس از گلی که در اولین بازی‌اش مقابل ورونا در لیگ به ثمر رساند، ولاهویچ با این گل پاسخ انتقادات را که پس از دربی با تورینو به او وارد شد را به بهترین شکل داد. یک شادی گل بس برانگیز دومین پاسخ دوشان به منتقدانش بود. او توجهی به انجام شادی گل خود نداشت که خطاب به منتقدان با دستانش به آنها اشاره کرد: حالا حرف بزن و انتقاد کن. ولاهویچ با این گل سری به شادی پس از آن از فشارهای اخیر خارج شد. حالا او به خوبی میداند که بهترین را برای آرام کردن منتقدان بازگشت سری به مسیر گلزنی‌های متوالی است. اگرچه به نظر می رسد که این خوشحالی پاسخ به منتقدان و شکاکان باشد، اولین گل ولاهویچ در لیگ قهرمانان اروپا با توجه به روشی که به دست آمد به نظر می رسد پاسخ به مربی او موسیمیلیو نولگری باشد. کنترل سینه بی نقص روی توپ دشوار که از پشت سر او می آمد و یک شوت دقیق و قدرتمندانه با پای راست برای فتح دروازه، این یک پاسخ خوب به اظهارات اخیر آلگری هم بود که پس از دربی در موردش گفته بود: بازیکن خوب است اما باید هنوز یاد بگیرد، درست مانند همه بازیکنان. باید وظایف را که به او میدادم را در زمین اجرا میکرد اما نتوانست، به ویژه در نیمه نخست که مشکل داشت و برای ایفای وظایفش به زحمت افتاد. کم شرایطش متفاوت است. این گل ولاهویچ را باید بلافاصله وارد تاریخ یوونتوس کرد. دوشان در واقع بازیکن است که کمترین زمان، یعنی 31 ثانیه را برای زدن اولین گل خود در جام ملت‌های اروپا یا لیگ قهرمانان اروپا صرف کرده است. دوشان ولاهویچ همچنین پس از الساندرو دل پیرو دومین بازیکن جوان است که در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا برای یوونتوس گلزنی کرده است. ولاهویچ پس از پایان بازی به میدیاست گفت: رویای من در یووه به حقیقت پیوسته است، اما من خوشحال نیستم چون ما پیروز نشدیم و همه ما واقعا به دنبال کسب پیروزی بودیم. این اتفاق رخ نداد، بنابراین ما در انتظار آینده خواهیم بود. این مهاجم سرب در پاسخ به این سوال کای شدی پس از گل او تلاش برای ساکت کردن منتقدانش بوده گفت: نمیدانم چرا مردم همیشه سعی دارن جنجال ایجاد کنند. من روزنامه ها را نمیخوانم، فقط سعی دارم هر روز بهتر شوم و متواضع و واقعگرا باشم. این خوشحالی برای منتقدان نبود و به یکی از اعضای خانواده ام مربوط بود. همین در دنیای فوتبال اصطلاح است که گفته می شود هر فوتبالیست دو بار می میرد. یک بار در پایان عمر و یک بار هنگامی که بازنشسته می شود.
حال فرض کنید یک فوتبالیست در میانه راه دوران بازیگری خود حتی از دیدن فوتبال هم محروم شود. در چنین شرایط احتمالاً باید واجه‌های بزرگتر از مرگ خلق شود. نابینایی یک فوتبالیست مثل بال نداشتن یک پرنده یا دست نداشتن یک نوازنده است. در شب سال نو میلادی سال 2020 اتفاق تلخ برای عمر الابدولوی مدافع تیم ملی نروژ رخ داد. جهان برای بازیکن سابق تیم های منچستر سیتی و هال سیتی در آتش بازی سال نو با منفجر شدن ترقه در دستش و ورود باروت و فلز به کره چشمهایش تاریک شد و او در اتفاق دردناک حتی در آسانی عوض شدن مسیر زندگیش و همچنین اختلال در زندگی طبیعی خود قرار گرفت. شاید حال این مدافع راست برای هیچ کس قابل توصیف نباشد، اما جهان علم الابدولوی را بغل کرد و او را به زندگی و همچنین دنیای فوتبال باز کرد. در حالی که پزشکان در آمریکا شانس او برای بینایی مجدد را در بازی بین 5% تا 10% تخمین زده بودند، او دوباره بینا شد. اتفاقی که بارها در جهان فوتبال رخ داده و چه بسیاری تیم‌هایی که چند گل عقب بودند و با همین شانس چند درصدی کامبک زدند. این بازیکن 11 عمل جراحی روی چشم خود انجام داده است. از پیوند سلول‌های بنیادی چشم از خواهرش گرفته تا پیوند قرنی مضاعف. اما این همه ماجرا نیست. چشم‌های او با یک غشا بازسازی شده و همچنین از سلول‌های لب و دهانش در بازسازی پلک‌های سوخته او استفاده شده. الابدولوی حالا جذابترین لحظات زندگیش را با یک عینک مخصوص در زمین فوتبال تجربه میکند. احتمالاً او مانند همه فوتبالیست‌های جهان دوبار میمیرد، اما تنها فوتبالیست است که دوبار متولد شده است. بازیکن گالاتاسارای که در تمام این مدت حمایت باشگاهش را پشت سر خود میدید، پس از 423 روز از آن اتفاق تلخ به زمین فوتبال برگشت و در پیروزی 3-2 تیمش مقابل گوزوپه 90 دقیقه در خط دفاعی گالاتاسارای بازی کرد. ویسل پایان بازی هیجان بزرگ برای او به همراه داشت و نتوانست مانع اشکایش شود. الابدولوی که حالا با اجازه پزشکان با عینک مخصوص بازی میکند، مثال بازیکن است که تا دقیقه 90 نومید نشده و دویده است. او با اراده خود پشتبانی خانواده، باشگاه و مدیر برنامه‌هایش در 30 سالگی با بازگشت و مستطیل سبز حتی برای پوشیدن دوباره پیراهن نروژ خواهد جنگید. الابدولوی پس از پایان این بازی در گفتگو با بین اسپورت در حالی که حس و حال خاص داشت بیان کرد: من روند بسیار دشوار را پشت سر گذاشتم. مشکلات زیاد داشتم. حالا با امید برگشتم و کاری که بیشتر از هر چیز دوستش دارم را انجام میدهم. رویای من برای دومین بار به حقیقت پیوست. گویا فوتبال را برای بار دوم آغاز کردم. او در ادامه از فاتی تریم سرمربی تیمشان باشگاه و همچنین خانوادهش قدردانی کرد. گفتنی است گالاتاسارای که در اگست 2020 این بازیکن را از اولمپیکوس به خدمت گرفته بود، تمامی هزینه های درمان این بازیکن را پرداخت کرد و او حالا میتواند بار دیگر برای این تیم به میدان برود. تیم های اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد در شرایط در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مسافه هم میروند که تنها تقابل قبلی این دو تیم در جام در جام 1991-1992 اروپا بوده است و منچستر یونایتد شکست 3-0 بازی رفت را نتوانست در دیدار برگشت جبران کند. آنها مجموعاً با نتیجه 4-1 شکست خوردند. طبیعی است که شیاطین سرخ دوست ندارد مقابل شاگردان سیمونه خاطره فصل 1991-1992 برای آنها تکرار شود. کریستیانو رونالدو در 10 دیدار اخیر اروپایی خود مقابل اتلتیکو مادرید 7 گل به ثمر رسانده است. اتلتیکو مادرید در آخرین دیدار مرحله گروهی بهترین عملکرد این فصل خود را در لیگ قهرمانان اروپا به نمایش گذاشت. آنها امیدوار بودند که بتوانند فرم خود در آخرین بازی را حفظ کنند، به خصوص که قرار است مقابل رقیب قدیمی خود کریستیانو رونالدو قرار بگیرند. در آخرین تقابل اتلتیکو مادرید با فاکتوتوری پرتغالی روخی بلانکوس در دیدار رفت 2-0 پیروز شد، اما یوونتوس با هتریک رونالدو توانست جواز حضور در مرحله بعد را کسب کند. دیدار رفت دو تیم حاوی حواشی بسیار بود. هر دو تیم در جدول لیگ داخلی کشورشان شانس برای قهرمانی ندارند و چالش آنها در این فصل رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. منچستر یونایتد پس از عملکرد ضعیف اولِ گونار سولشایر با این سرمربی قطع همکاری کرد و با رالف رانگنیک به دنبال کسب سهمیه اروپایی است. اتلتیکو مادرید نیست که این فصل عملکرد دفاعی ضعیف داشته و با تمام فصول قبلی سیمونه متفاوت است، یکی از تیم‌هایی است که پس از ریال مادرید و سیویا برای کسب رتبه‌های بعدی جدول می‌جنگد. مهمترین غایبان منچستر یونایتد در دیدار امشب ادنسون کاوانی و میسون گرین‌وود خواهد بود. کاوانی دچار مصدومیت است و گرین‌وود به دلیل حواشی اخیر تا اطلاعی ثانوی محروم خواهد بود. در طرف مقابل اتلتیکو مادرید دانیل واس را به خاطر مصدومیت و بنجامین لوکوموته را به دلیل ابتلا به کرونا در اختیار ندارد. یانی کاراسکو نیز به دلیل دریافت کارت سرخ و رفتار خشن مقابل پورتو هر دو دیدار تیمش مقابل منچستر یونایتد را از دست می‌دهد. طبیعتاً مهمترین نکته در دیدار امشب تقابل مجدد کریستیانو رونالدو با اتلتیکو مادرید و خصوصاً دیگو سیمونه است. علاوه بر آمار درخشان رونالدو مقابل تیم مادریدی، حواشی پیش آمده در تقابل قبلی دو تیم در زمان حضور رونالدو در یوونتوس به جذابیت این دیدار می‌افزاید. دیگو سیمونه پیش از شروع بازی به خبرنگاران گفت: ما با یکی از بهترین تیم‌های جهان روبرو هستیم. آنها در میانه میدان خط حمله شجاع هستند. این روزها منچستر یونایتد قوی‌تر را می‌بینیم که منظم‌تر است. آنها از نظر دفاعی در بازی‌های هوایی قوی هستند. پیدا کردن نقاط ضعف آنها سخت است. من همیشه برای مقابله با بهترین نمایش حریفان آماده می‌شوم و به دنبال ضربه زدن با آنها هستم. رالف رانگنیک پیش از شروع بازی به خبرنگاران گفت: سیمونه قهرمانی‌های را هویت مشخص و سبک بازی مختص به خود به دست آورده است. تیم اتلتیکو همواره پر هیجان است و این باستا به عملکرد سرمربی آنها است. ما باید از نظر فنی و احساسی به یک میزان مناسب دست یابیم. بازی‌های فیزیکی و درگیرانه همواره احساسی خواهد بود و دو تیم نیز روحی قوی دارند. ترکیب احتمالی دو تیم: اتلتیکو مادرید، یان اوبلاک، مارکوس یورنته، استیفان ساویچ، فلیپه، رینیلدو، آنخل کرویا، رودریگو دپال، کوکل، لیمار، ماتیوس کوینیا، لوئیس وارس.
منچستر یونایتد داوید دخیا، دیگو دالوت، رافائل واران، هری مگوایر، لوک شاو، اسکات مکتومینای، پال پوگبا، جیدون سانچو، برونو فرناندز، مارکوس راشفورد، کریستیانو رونالدو. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.